فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه شده. آقای ندیمی، حضور نیروهای سرکوبگر رو چطور می‌بینید؟ نشانه‌هایی وجود داره که به شدت خسته و فرسودن، و با توجه به اینکه حکومت سعی می‌کنه تبلیغ کنه که این تمام نیروهای ما نیست، به نظر می‌رسه که لااقل میشه گفت درصد بالایی از نیروهاش رو به کار گرفته. بله، کنترل به اصطلاح امنیت تهران، شهر بزرگ تهران، در درجه اول بر عهده نیروی پلیس هستش، نیروی ناجا یا فراجا، و همینطور نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات که در این چند هفته تا حالا مشخص شده که نتونستن کنترل شهر رو در دست خودشون نگه دارن و خیزش مردمی رو سرکوب بکنن. حتی 4 یگان نیروی ویژه که امکانات بسیار قابل توجهی دارن در سطح شهر تهران هم موفق نشدن. در نتیجه در مرحله بعدی با صلاح دید رؤسای قوه سگانه جمهوری اسلامی و همینطور شورای امنیت ملی و احتمالاً احتمال خیلی زیاد دستور شخص رهبر جمهوری اسلامی، اینجا قرارگاه سارالله یک مرحله جلوتر میره و با فعال کردن یگانه‌های ویژه بسیج در سطح شهر تهران داره نشون میده که نیروی انتظامی تا حالا موفق نبوده و الان باید سپاه پاسداران کار در دست بگیره. ببینید، از سال 1368 هفت که سپاه پاسداران دچار یک تجدید ساختار بنیانی شد و سپاه‌های استانی به وجود اومدن در شهر تهران بزرگ، سپاه سارالله، محمد رسول الله ببخشید، به وجود اومد که تشکیل شده از لشکر 27 محمد رسول الله و نیروهای بسیج شهر تهران که در حقیقت با هم یک پارچه شدن، و این نیروهای بسیج جزوی از نیروی زمینی سپاه پاسداران شدن، به خصوص یگانهای امام حسین، یگانهای شبه نظامی امام حسین که در حقیقت گفته میشه که نور چشمی سپاه در بسیج هستند، و همینطور یگانها و گردانهای امنیتی امام علی که شما اشاره کردین، که هر کدوم از اینا تجهیزات خاص و آموزش‌های تکمیلی خاص دارن. هر 15 روز 30 روز آموزش می‌بینن و فرماندهان اینا فرماندهان از افسران سپاه پاسداران هستند، جزوی از لشکر 27 هم تو لشکر 10 سید الشهدا تهران هستند و در شرایط مورد نیاز میتونن هم در ماموریت‌های جنگی رزمی حضور پیدا بکنن و هم در ماموریت امنیتی در داخل شهر تهران، چون اینا دشمن داخلی و دشمن خارجی رو در حوزه حفظ ولایت فقیه جز حیطه امنیتی خودشون میبینن و در صورت لزوم واکنش نشون میدن. اینجا البته این نکته رو باید نظر داشت که این نیروها میتونن از نیروهای امام علی باشن، به خاطر اینکه از نظر امنیتی مسئولیت اصلی کمک کردن به نیروی انتظامی بر اساس صلاح دید قرارگاه سارالله در اتوبان نیایش پشت پارک ملت یا پارک شاهنشاهی بر عهده اینا هستش. البته سپاه تهران 4 یگان ویژه فاتحین هم داره که در حقیقت تکاوران بسیج محسوب میشن در زیر مجموعه نیروی زمینی سپاه و لشکر 27، که احتمالا وجود داره که اینا از نیروهای فاتحین هم ممکنه باشن. به هر حال مجموعه اینها با تجهیزات نظامی، با تجهیزات جنگی، حضورشون در سطح شهر تا یه حد زیادی برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، البته با تفنگ‌ها یا اصطلاحا مارکرهای پینتبال در جبل حضور پیدا کردن، ولی اینا سلاح جنگی هم دارن و در صورتی که به اینا حق تیر داده بشه و از اون سلاح جنگی هم میتونن استفاده بکنن. آقای ندیمی، یه سوالی می‌پرسم که خیلی کوتاه خواهش می‌کنم اگر جوابشو بدین، که به نظر میرسه با توجه به همه چیزایی که می‌بینیم، اون ابهتی که سعی کرده بود جمهوری اسلامی از نیروهای نظامی امنیتیش بسازه در نظر معترضان شکسته شده؟ بله، این کاملا حقیقت داره، برای اینکه یگان ویژه، یگان نوپو با اون لباسهای خودشون و اون تجهیزات خودشون که اصطلاحا میگن زرهای سوسکی، تا حالا نتونستن موفق باشن.